دوباره خوش آمدید و عید شما مبارک باشه. انشالله که یک عید خوبی داشته باشیم و عید متفاوتی هست طور که قبلا هم اشاره کردم و تلاش بکنیم که ما هم به نوبه خود دید و بازدیدها رو کم بکنیم از راه تلفن طور که قبلا هم اشاره کردم، حتما ارتباط برقرار بکنیم و خبر بگیریم از پدرجان، مادرجان، برادران و همه اقوامی که هستند. این عید اگه مهار بکنین انشالله همه چیز عالی میشه و ما میتونیم که کرونا رو شکست بدیم. یادم از اولین برنامه ما که با جناب دکتر سپتمنا داشتم، روزهایی که در شهر وهان چین بود همین کرونا و دکتر سپ از همونجا شروع کردند و در همین شبکه اصلاح و برنامه اثر حریوا توصیه‌ای داشتند که بیایم از همین اکنون که هنوز در شهر ما و در کشور ما در جامعه ما نیومده مراقبت بکنیم و مدیریت بشه. اما خب این همه تلاشی که این بزرگواران بکنن، اگر بی احتیاطی ما بود زحمتشان ضایع میشه. پس تلاش بکنیم در این قسمت به خاطر خدا و به خاطر جامعه اسلامی خود حتما نکات ایمنی رو مد نظر بگیریم. بیشتر صحبت میکنیم با جناب دکتر صاحب. جناب دکتر صاحب عرض سلام و ادب و حرمت دارم. ان شاء الله که عید شما مبارک باشه و طاعات عبادات قبول باشه. علیکم السلام و رحمت الله. برای شما هم سلام عرض میکنم، برای مردم شریف هرات هم سلام و تحیات میگم، عید برای همه هم شهریان و ولایتی های خود از صمیم قلب تبریک میگم. امیدوارم که عید با سعادت داشته باشند، با خوشبختی و با رعایت اصول صحیح پیامدهای بعد عید به ارتباط کرونا هم نداشته باشیم. ممنون شما، خیلی خیلی خوش آمدید، افتخار بخشیدید که در برنامه صفحه ای تلویزیون اصلاح آمدید. میخوایم جناب دکتر صاحب قبل از اینکه سراغ سوالات عیدی بروم، ماه مبارک رمضان با وضعیت و شرایط بسیار دشوار کاری که داشتین چیگونه سپری کردید؟ من فکر میکنم سختی ها خودش نعمت است از طرف خداوند متعال. هم فشار بسیار زیاد کار روی سیستم صحت هم ما و همکارای ما بود، هم بحث کرونا بود و هم ماه مبارک رمضان. به خوبی تیر شد، ولی خب باره که بر صحت هم گرانی کرد و گرانی میکنه ای که هیچ ما نه تنها ما که بلکه تمام دنیا آماده نبود برای مقابله با کرونا و بدبختی ما مضاعف بود. ناباوری مردم و عدم رعایت احتیاط و خسته کرد ما واقعا، گفتگوی بیش از حد، توصیه بیش از حد و تاثیر کم. و حالا آهسته آهسته و ناباوری ها نتایج خود متاسفانه نشان میده. جناب دکتر صاحب، طوری که اشاره کردید، چه چیزی بیشتر شما را رنج میداد در همین حیطه کاری شما؟ در بحران کرونا آنچه که خیلی ما رنج داد این بود که ما در اوائل، ما چین که نبودیم، امریکا هم نبودیم، کشور بسیار غریبی بودیم، تا خواستیم آمادگی بگیریم برای مراقبت از بیمارا، تا ما خواستیم آمادگی بگیریم برای تست، تا ما خواستیم آمادگی بگیریم برای نقاهتگاه، با همی روش های تدارکاتی مقلق و زمان بر کشور خود، با همی کم بود امکانات، از یک جناح ما با مشکلات اداری و تدارکات و کمبود منابع مالی و تدارکاتی و تجهیزات مبارزه میکردیم و از جناح دیگر با بیباوری مردم، با افواهات بسیار خراب و با در واقع اتهامات بسیار ناشایسته برمیخوردیم. خیلی برای ما رنج‌آور بود که دکتر و نرس ما با کمال صداقت و فداکاری حاضر می شد برای مریض مراقبت بکنه و مریض کرونایی در امیت شرایط ما نگاه می داشتیم و بعد مردم بعضی ها شایع می کردن که نه کرونا پروژه، ما نان نداشتیم که برای مریض خوب بدیم و دکتر ما در واقع قرمه کچالی می خورد اوائل که دیدین شما، ولی باز می گفتن که اینا مریضا رو می برن پول بدن، مردم سالم می برن پول میدن یا مرده میخرن. حالا بیاین ما مرده میفروشیم برای اینا، مرده به اندازه کافی هست. و واقعا برای تیمی که برای جامعه طبی که جان خور فدا میکنه، استاد میشه به مقابل یک بیماری ناشناخته مجهولی و وقت وحشتناک و میخواه حفظ کنه سلامت مردم با زبان خود، با گفتار خود، با کار خود، با تداوی خود، دکتری که 8 ساعت پی پی کیت یا مو لباس رو میپوشه داخل، انقدر داغ و گرم است و آدم این چیزی نمیبینه که شبیه دوزخه و او استاد میشه برای مایه از تداوی یک بیمار کرونایی، ولی وقتی بیرون میشه باز برای از یومی تک پای زده شد. در واقع برای ما یا برای او دکتر همه فرق نمیکنه، برای جامعه طبی اتهامات بسیار بعدی وارد شد و حرفای ناشایست گفته شد، افواهات بسیار زیادی گفته شد
و بیتوجهی خودش بدترین اتهام بود. وقتی ما میگیم که کرونا هست، وقتی میگیم دستاخ رو بشوریم، وقتی میگیم که دست ندین، وقتی میگیم روزوسی نکنین، وقتی میگیم فاصله فیزیکی رو حفظ بکنین، وقتی توصیه‌ها رو میکنه، مردم اینا رو به سخره میگیره. کجای کرونا؟ ما چون ابر قدرت شوروی شکست دادیم، کرونا چیه؟ یا مثلا کرونا ما قدرت دفاع ما بدن ما زیاده، ما کرونا رو از بین میبریم یا چیکار؟ کرونا رو ما از بین میتونستیم ببریم با کار. کرونا رو ما میتونستیم از بین ببریم با حفاظت خود، با دقت، با زحمت، با اینکه روابط خود درست بکنیم، با اینکه به نظافت خود رعایت بکنیم، با اینکه توصیه ها رو جدی بگیریم. کرونا شکست میخورد. کرونا یا هر دشمن دیگه بدون ابزار شکست نمیخوره. یعنی شما پناه به خود، درست دنیای اسباب خداوند هم میمانه، ولی دنیای اسباب همینه که شما از این اسباب استفاده کنیم. اینا ما رو بسیار واقعا رنج داد و متاسفانه اینا باوریا باعث شد که امروز واقعیت خیلی داریم. 1000 بیشتر از 1600 ما مریض داریم. ما بیشتر نزدیک 40 فوتی داریم. دیشب 7 نفر فوت شده، پریشب 8 نفر فوت شده. اینا از همین شهر مانند، از همین مردم مانند. علت در چی بوده جناب دکتر صاحب؟ بایی که میبینیم مسئولین صحت واقعا کار میکنن، حالا روبروی شما گفتنش، اما علت در کجا بوده که مرگ و میر بالا رفته و این آمار مبتلایان بیشتر شده؟ ببینین، از نظر ما هنوز لطف خدا با مانه. هنوز، یعنی با این آمار مرگ و میر و این آمار ابتلا، ما هنوز لطف خدا با ما. اگر در مقایسه با ایران بگیریم، اگر در مقایسه با امریکا بگیریم، اگر در مقایسه با ایتالیا بگیریم، میزان فوتی ها اینا سرسام‌آوره. ما باید این کشورها برای ما آینه عبرت میشد و ما بیشتر از اونا دقت میکردیم. اما این که میزان عمر ما پایینه، یعنی امید زندگی کشور ما پایینه، ما جمعیت جوان داریم و بیشترین وفات هم در جمعیت های کلانسالان رخ میده، به می دلیل که وفیات ما در طول دو نیم ماه گذشته به اندازه ای که قابل مقایسه با ایران یا کشور ایتالیا و امثالان باشه نیه. این فضل خداه، فضل خدا به جای خود، ولی ما مردم هیچ کاری نکردیم، حقیقت هیچ کاری نکردیم. می‌خواستم راجبه که اشاره کردیم همین موضوع رو برجسته بسازیم که در کنار امکانات، در کنار کمک‌های جامعه طبی و همچنین مسئولین صحت، علمی مدیریت در خانه، در جامعه و احتیاط مردم چقدر میتونه که مؤثر قرار بگیره؟ ببینین، همی سلامت هر کس وظیفه خودش است. اگر کسی میگیم دستا خور بشور که تو ویروس نگیره، خب ما نمیتونیم که صحتنامه یا دکتر بره به خونه دستا بشوره، یا ما نمیتونیم به بینی هر کس ماسک بندازیم، یا نمیتونیم چوبی برداریم و مردم بگیم که از همدیگر 1.5 متر فاصله بگیریم. اینا کارهایی است که هر کس باید خودش بکنه. دین ما توصیه کرده، علم به ما توصیه کرده و روش زندگی اجتماعی به ما توصیه کرده و ما آینده از اون میتونیم در گذشته ایتالیا ببینیم. وقتی ایتالیا رو ما میبینیم، وقتی ایران رو میبینیم و فکر میکنیم که ما روزهای بعد ما بدتر میشه مثل اونا میشه، پس ای که توصیه های دین خور، توصیه اطبای خور، توصیه بزرگای خور ما نمیشنویم و جدی نمیگیریم، خب طبیعتاً گناه کسی نگی نیست. سلامت هر کس رو خودش حفظ میکنه. دکتر بعد از اینکه مریض شدی تداوی میکنه. ما دکترهای سرطان رو توصیه میکنیم، میگیم، ولی ما نمیتونیم که خانه به خانه برای مردم بگیم حتما دست آخر خودی سبون افتیاربر داریم دست مردم رو بشوریم. این کار مقدوریه. بسیار عالی. ای در امروز تا اینجا که وقتی در صد شهر هم میامدین، چگونه بررسی کرده مردم ها چقدر این پیام های مسئولین صحی را در نظر گرفته باشن؟ تا حد بهتره نسبت به هفته های گذشته. شاید این نشی از این باشه که در این روزا تعداد اعلانایی که ما میکنیم مریضا ما بسیار زیاد شده، وفیات زیاد شده. ما مردم عادت بعدی که داریم اینه که تا مردار نبینیم به خانه خود خو یا به خانه همسایه خو باور نمیکنیم. جالب اینه که اونایی که هفته های گذشته در واقع میگفتن که این دروغه و این توطئه، امروز به محض که سردرد میشن یا تب میکنن، باز قلمقال اینا بالا میشه. تحمل یک روز که خزدن هم ندارن، باز تست ماین، باز نمیفهمم شفاخانه ماین، باز امبولانس ماین، باز امکانات ماین. در حالی که ساده تری بود که مراقبت میکردن، جدی میگرفتن، مراقبت میکردن، از بیداشت خود رفت آمد نمیکردن، روبوزی نمیکردن و بار سیستم صحت سنگین نمیکردن. مثالش اینه که ما امروز دو روز گذشته ما ظرفیت تست خود از 140 بردیم به 300 بردیم.
ولی اگر به می واسه پیش بره و تعداد متقاضیا و نیازمندا بره، ما روز 1000 تا تست کار داریم و این روز 1000 تا تست در این کشور بسیار قریب که هر ابزاره که تست از آمریکا یا از جرمنی باید بیایه، در همین شرایطی که او کشورها هم به اینا نیاز داره و صادر نمیکنه و نمیفروشه، خب نمقدور نیست. یعنی پس تنها و یا ای که ما خواسته باشیم 20 تا آی سی یو داریم، که حالی که خوب موجه از این 20 تا به سر آی سی یو داریم که 10 تا آماده شده، 10 تا هم تا فردا پس فردا آماده میشه، اگر یک بار بریم و 100 تا مریض آی سی یو طلب بشه، هم اتاقا و لوازم و ونتیلاتور که فرزن آماده باشه، همه قدر متخصص ما نداریم که متخصص آی سی یو داشته باشیم که اینا مراقبت بکنه. خب آیا بهتر نیست که به جای رفتن به آی سی یو و خفه شدن و محتاط شدن به اقدر متخصصی که ما نداریم دستا خور بشوریم؟ آیا بهتر نیست ماسک داشته باشیم؟ آیا بهتر نیست که توصیه‌های سرطان رو جدی بگیریم؟ من خیلی رنج میبرم، همین روزا خیلی فکر میکنم که چقدر انبیاء علیه السلام سختی کشیده خودی از این مردم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، انبیاء بیم دادن از دوزخ خداوند و مردم رو به پاکی و پاکیزگی دعوت میکردن، بی و نوید دادن جنت خداوند در کار که امروز اتباع میکنه، مردم رو بیم میدیم از مبتلا شدن به کرونا، مردم رو توصیه میکنیم به پاکی و پاکیزگی و مردم رو نوید میدیم یک زندگی سالمی که اگر دستورات صحیحی و پاکیزگی رعایت کنیم آینده شما سالمه. اما متاسفانه همونطور که به سر انبیا خاکستر میریختن، انبیا دروغگو میگفتند، انبیا میکشتند، انبیا توهین میکردند، انبیا متهم به قدرت طلبی و جاه طلبی میکردند، انبیا متهم میکردند که اینا آدمایی هستند که میخوان رهبر باشند، چوکی خور بکن بگیرن، کلان باشند، دقیقاً تاریخ تکرار میشه. دقیقاً تاریخ تکرار میشه و ما حال دلم به پیغمبرها خیلی میسوزه. واقعا مردم مظلومی بودند. ما زور ندیده بودیم. بسیار عالی. واقعا صحبت های جناب دکتر صاحب حال هوای منم واقعا کمی احساسی کرد که چرا ما باید اینگونه برخورد بکنیم، چرا خود ما از خود مراقبت نکنیم، محافظت نکنیم، با اینکه همین چپن سفیدان و در خدمت ما هستن و چیزی از ما نمیخوان مگر سلامتی خود ما برای خود ما. پس تلاش بکنیم واقعا این توصیه رو مد نظر بگیریم. جناب دکتر صاحب بیایم سراغ عید، بیایم و از اون حال هوایی که شما گفتیم کمی بیرون بیایم. در عیدهای گذشته هم ما شما را داشتیم با خود در برنامه، سوالات بیشتری خودمانی تر میکردیم، اما خب این وضعیت اینگونه بود و واقعا متفاوت هست. بقیه این تفاوت عید با این کرونا که هست، خود شما و جناب عالی چقدر از دید و بازدیدها و خانه رفتنهای دوستان خودداری کردیم؟ من امروز این جای نرفتم، شخصا این جای نرفتم، در حالی که عید فاتح اول مادرم بود، خداوند بیامرزه. بازم اقوامو گفتیم که نیایند و تلفنی بیشتر ارتباط داشتیم. جایی نرفتم و انشاءالله نخواهم رفت. بسیار عالی. اگر وضعیت طوری پیش بره که همه این گونه واقعا رفتار بکنن، ما چقدر موفق خواهیم بود، خصوصا از در سه روز عید که است؟ ببینین، ویروس پا نداره که خودی بیای به طرف ما. ویروس دویده نمیتونه، ویروس تفنگ نداره که ما را از دور به طرف ما فیر بکنه. ویروس موجود بسیار ریزیه که توسط سرفه یا عدسه یک فرد مریض انتهای تا فاصله 1.5 متر پرتاب میشه. اگر در فاصله 1.5 متر شما باشین و فرد سرفه بکنه، اون سرفه از اون میای ویروس به داخل قطرات بسیار ریز میای برو دست شما میشینه یا رو بینی شما میشینه یا رو به تنفس شما، تو ما تنفس میکنیم و بعد از 1.5 متر میشینه به روی زمین، بر روی میز، بر روی غذا، بر روی شیرینی و بر روی خیلی چیزهای دیگه، که اگر او شیرینی و غذا رو شما ور می‌داره مستقیم می‌خوریم، ویروس هم می‌خوریم. و اگر بر روی سطح شما دست می‌زنیم که قبل از شما باز کس سرفه کرده و ویروس اونجا ششته، در حالی که ظاهراً پاک هم است، و او دست خود به دهن، بینی و یا چشم بخوام می‌زنیم، ویروس داخل میشه. ویروس جز راه دهن، بینی و چشم راه دیگه برای دخول نداره. فقط متوجه می باشیم که به دهن شما و بینی شما و چشم شما چیزی که آلوده و ویروسی داخل نشه. و با همین توصیه‌ای که می‌کنیم، شستن دست‌ها رو 20 مرتبه 20 ثانیه، نزدیک نشدن به افراد و نخوردن چیزی که فکر میکنیم آلوده هست. اینا شما رو نمیگذاره ویروس بیاید دیگه، هیچ گپ خاصی نیست. تشکر از شما. میخوایم که کلا حال هوای کرونا رو بگذاریم سر جای خودش، میایم سراغ سوالات خودمانی ما جناب دکتر صاحب.
میدونم که کمی مشکلات هست، خصوصا برای شما داری که اشاره کردین این روزها. از کودکی صحبت بکنیم، از آرزوهایی که در دوران کودکی داشتین، که مثلا شاید کس آرزوها بوده که روزی بشه دکتر بشون یا فلان بشون، و امروز وقتی مقایسه میکنین صحبت داشته باشین. والا بدبختانه بگم یا خوشبختانه، یکی از آرزوهام این بود که دکتر شم. مادر خوردی یاد منه که یک مجله بود به نام کمکیان و انیس بود، با من سمت دو بودم مصاحبه کرد. روزم بیاد منه گفت چی میخوایی بشیم؟ گفتم یا دکتر یا پیلوت میشه. خب پیلوتی که نشد دکتر شدیم و بسیار به سختی. حالا که دکتری میبینم واقعا مسلک سختیه. مشکلات. و باز بدبختیمه که باز سختترین رشته ها رفتم. رشته مدیریت صحت رفتم. یعنی دکتر مریض دارم نیام که بشینم معاینه کنم، خب مریض ببینم به قول مردم پول پیدا کنم. اداره صحت هم که سراسر به این مملکت درد سره. سراسر جنجاله. چقدر دوست داریم دوران کودکی باز بگردیم؟ چه دورانی بوده؟ چقدر خوشی ها در وقت بوده؟ والا دوران خوبی بود. هر کس در یک دوره ای از کودکی خو خاطرات خوشی داره. من دورانی که مکتب ابتدایی بودم و قبل از مکتب ابتدایی در باغزاغان بودیم ما، او را خاطرات بسیار خوشی دارم. قبل از جنگا بود، یک خانه بسیار کلانی داشت حاجی بابا. ما وقت چی بودیم؟ در اون خانه خوشنشین بودیم. بابا خانه نداشت، در اونجا ما با خانه حاجی بابا میشستیم. مثل ما به اون خانه کلان سنتی، بسیار کلانی که وسط و یک حوض آبنبار بود و اطراف خانه های سنتی بود، حدود 50-60 حدود 100 طفل بودیم ما، دختر و پسر. و زندگی بسیار عجیبی بود که گوشه گوشه از اون مقصد کنم خاطرات. بسیار بیشتر صحبت میکنیم چون میخواییم ساعتی که هستیم خاطرات زنده بشه. از روزه گرفتن اگر یک خاطرات داشته باشیم، مثلا روزی شده که در اوایل شما همون روز روزه را خورده باشین، نگرفته باشین، واس از پدر جای اینا پنهان کرده باشین و وقت افطار هم آمده باشین و خیلی بالا نشسته سر سفره افطار که من روزه دارم. چنین خاطر بیاد من نیه. نه ای تو کار نشده. من یک چی دارم، یک ویژگی خاصی دارم که استعداد دروغ گفتن ندارم. یک دوم از این که به محض اینکه من دروغ بگم امو لحظه افشا میشم، بیاب میشم، به می واسه احتیاط میکنم. از اون خوردگی دروغ گفتن هم کار سخته، نمیشه که افتادم بسیار زود بیاب میشه. شده که صحبن شما در ماه مبارک رمضان یک لیوان آب بگید؟ خیلی ها، روز اول ماه مبارک رمضان باز یک لیوان دو لیوان آب خورد. خب فعلا دکتر صاحب آرزوی شما چیه؟ برای خودم یا برای مردم؟ برای آرزوی شخصی شما رو میخواییم. آرزوی شخصیه که ما دوره‌ای که ختم کار ما میشه، که امروز 57 سال میشم چند ماه آینده، و دوره کاری ما حدود تقریبا 7-8 سال دیگه است، این 7-8 سال با آبرومندی، با عزت و با سرفرازی کار بکنم، چه در دولت و چه در غیر دولت، و دوره بعد از تقاعد در یک دوره آرام و در کشور آرام و با مردم آرام و با یک وجدان آرام زندگی بکنم. بسیار عالی، انشاءالله که به این آرزو حتما برسین. از عید اگر صحبت بکنیم و ای که همه دوست دارن لباس نو داشته باشن، شما در عیدهای گذشته و در طول این دوران عمر خود وقتی به عید میرسیدید چقدر منتظر بودین که روز عید بشه و شما کالای لباس نو رو بپوشین و بریم بیرون؟ همیشه دیگر خصوصا در دوره کودکی جز آرزوهایه. و در اون دوره که در باغزاغان گفتم، خدا بیامرزه پدر کلان ما، پدر کلان ما نبود، در واقع خسرو پدرم بود و از مادر فرامرز در واقع پدر کلانش بود، حاجی بابا، حاجی امیرمحمد خادم، باز همه ما اقوام به منجی زندگی میکردیم. در اون دوران او آدم اجازه نمیداد که بی اعضای همی کسای اقوام قریبی که ما بودیم که در خانه از خوشنشین بودیم، اینا برای بچه ها لباس جور کنه. باز خودش میرفت لباس همرنگ برای دخترها و برای پسرها میگرفت. باز دخترها یا به شمول والده فرامرز اینا میشیشتند و از واسط رمضان میدختند. دقیق یاد منه که برای دخترها لباس های شعله بود، سرخ یا سبز و امثال هم، و برای پسرها لباس های بشور ببوش راه راه بود. و روز عید همه همرنگ بیرون میشدیم، همین صد تا طفل همرنگ. لباس بسیار ارزان بود، بسیار ارزان بود و ساده بود، ولی همه هم رنگ. و حاجی بابا خوشتش که بی نواسه ها و قوم ها و همه به چار می لباس هم رنگ و هم شکل بشه.
ایسون ای راست من فکر میکنم بر دیگه خانوادم بود ولی این فامیل کلان جز خاطرات زندگی منه جز ایت پدر میشد هم یک رنگ هیچ کسی فرق نمیدش که یک لباس نوتر بیتر باشه مثلا علی چه رنگ بیشتر دوست داری جناب دکتر سر خصوصا در قسمت پوشیدن لباس برایش پوشیدن لباس رنگ سفیده رنگ سفید ولی رنگی که خوشترم رنگ صورتی یا گلابیه رنگ صورتی شوخی هم با ما میکنن فرامرز ما خانم مینا که تو دیگه هر چیزی که رنگ گلابی باشه مثلا یاد من یک قوطی رنگ گلابی داشتیم فرامرز هم خورد بود برادر من فرامرز تمنا دیگه او شوخی میکرد میگفت هر چیزی که ببینی ببینیم تو گلابی رنگ میکنی از بس من رنگ گلابی رو خوش داشتم از استاد فرامرز گفتین چقدر دوران کودکی با هم بودیم و شما با اونا شوخی میکردین به نوعی کتککاری میشد یا خیر نه او خیلی خوردتر از من اولا که خودتر و دوم از اینکه دوران کودکی از اون من بیشتر به ایرات بودم به وقت با جبهه و دکتر جبهه شید افضلی بودم و او را به ایران به تهران بودن یعنی گاهی که میرفتم دو ماه سم ماه به اونجی بودم و پس می آمدم تا ای که باز او جوان شد که باز بعد از او که روزها رفت باز فرامرز آمد به ایرات ایرات آمد و والده اونا بودن فرامرز با ما زندگی کرد یک دو سه ساله در واقع به نحوه در واقع عضو خانواده ما هم هست فرامرز دقیقا دورانی که فاکل مکتب بود از این 11 و 12 و بعد فاکلته رفت و تا ای که طالبا پیدا شد ما با هم زندگی میکردیم به هرات و دوران کودکی او چی بود؟ یک تفاوت سنی هم بین ما وجود داره و او به ایران بود و من بیشتر به جبهه اوجا از نوع ارتباط اکنون شما با استاد بگیم که چگونه است و چقدر در همین مشکلاتی که مثلا امروز هست اونا با شما هستن و همکاری میکنن خب رشته کریم فرق میکنه ما دکتر ساعتامه و دکتر سیاست خب کمک اتفاقات ایجاد میکنه و ممکن راههای برای که باز ما نره و ما راههای بریم که برای از او آشنا نباشیم ولی بر عنوان یک برادر خوب پاک صادق و قابل احترام برای همیشه برای من بوده و به عنوان یک آدم دلسوزی که میخواد کار کنه برای من بسیار عالی جناب استاد و همچنین دکتر سپ استاد به خاطر گفتم که خیلی چیزا شما مختوم در همین برنامه گذاشته ان شاء الله که همیشه موفق باشیم خیلی خیلی لطف کردید استفاده کردیم از حضور موثر شما هم ما و هم بیننده های عزیز میخوایم در اخیر این بحث عیدانه حرفی داشته باشیم و پیامی داشته باشیم پیام عیدانه از شما عید در واقع به سرانجام رسیدن یک عبادت است در واقع آدم کمیابی خور در انجام رسالتی که خداوند فرض کرده جشن میگیره از اونجایی که تمام زندگی رسالته تمام زندگی مسئولیته یک بار آدم به روز هم روزمره و هم کل زندگی خور همیشه باید قضاوت کنه امیدوارم مردم ما و خود ما هر روزی که شب میشه یک بار ببینیم که آیا این روز در انجام تکلیف، در انجام وظیفه، در انجام کاری که به عنوان یک انسان مسلمان باید انجام بدیم چقدر موفق بودیم؟ آیا لازم شب سر به برلین بگذاریم او به عنوان عید امروز روز فکر بکنیم؟ چقدر ما موفق بودیم؟ چقدر به حرف خدا کردیم؟ چقدر برای مردم کار کردیم؟ و چقدر برای خود، سلامت خود، سلامت خانواده خود، سلامت جامعه خود کار کردیم؟ لب و لباب زندگی انسان سلامت روحی روانی و اجتماعی شخص خانواده اینه و اجتماعی اگر شب توجه کردیم که ما برای سلامت خود برای سلامت اعضای خانواده خود برای سلامت اجتماع خود چه از نظر جسمی چه از نظر روحی چه از نظر اجتماعی مفید بودیم همون روز و همون شب برای شما عیده و اگر نکردیم ندک عید نقیقاً سپاسگزاری میکنم مجدداً عید خدمت شما و از طریق شما برای فامیل محترم تبریک عرض میکنم انشاءالله که آغاز برای خوشی های شما هم باشه ممنون از حضور مؤسس شما شکر از شما ببخشید که برنامه کرونایی بود خوشحال زنده باشید خب اگر دوستای عزیز منتظر معجزه هستین که از کرونا بیرون بیاییم امکان نداره یاد یک داستان افتادم که زمانی که حضرت ایوب علیه السلام مریض شدن و مرحله برای شفایابی میخواستن برسه خدای مهربان گفت ای ایوب چشمه آبی هست در همونجا و از این آب باید خود غسل بدی و شستشو بدی و اون وقت بود که کار را انجام داد ایوب و شفا پیدا کرد ما هم اگر میخواییم درمانی برای کرونا داشته باشیم همین مراقبت و جلوگیری هست این کار را انجام بدیم و این پیام های صحیح را مد نظر بگیریم و میتونیم که کرونا را شکست بدیم و از این حالت بیرون بیاییم مسئولیت
مبتلا شدن پدر، مادر و همه اقربای ما به دوش نگیریم و همچنین تلاش بکنیم که جلوگیری بکنیم. انشالله که صحتمند باشیم و عید بسیار خوبی داشته باشیم در کنار فامیل که هستیم، دور از گزند روزگار و همچنین بیماری ها و بلاهایی که امروز واقعا صد راه شده برای جامعه ما. هستیم با شما و ویژه برنامه سفره عید هست. شما همچنان بیننده این برنامه از تلویزیون اصلاح هستید، با مهمان دیگری هم خواهیم بود. سپاسگزاری میکنم از شما خوبان که با دیدگان مهربانانه خود ما را همچنان همراهی میکنید. میان برنامه ببینین و برگردید.